دومین روز از 26مین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، صدای قیام آفرینان و دادخواهان. من به عنوان یک مادر، همصدا و همگام با سایر مادران شهدا در داخل ایران، خواهان دادخواهی و سرنگونی رژیم جهل و جنایت تا به آخر می‌ایستیم. حاضر، حاضر، حاضر. من پیام رسان دادخواهی مادران شهیدا هستم. از 67 تا آبان 98 به پا خواستن برای انسانیت وظیفه منه، فقط یه وظیفه است. من متاسفانه از مال دنیا چیزی ندارم که بدم، ولی یه جان دارم که امروز و اینجا سوگند میخورم که در راه آزادی ایران فداش میکنم. سوگند میخورم که همه تلاشم بکنم که مثل شما فداکاران باشم. سیمای آزادی، صدای جنبش دادخواهی، صدای مقاومت و شورشگران برای آزادیه. سیمای آزادی در این نقطه یک پلیه بین ما و ایران. خبرنگاران سیمای آزادی در داخل رو میشنویم که هر کدوم از نقطه‌ای، حتی از همون شهر، چه برسه به مجموع کل ایران، ما این اخبار رو میرسونن. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، صدای سرموضعی ها در داخل ایران، در خارج از ایران و اشرف سه و تمامی اشرف نشان ها و کانون های قهرمان شورشیه. هیچ کس در هیچ کجای دنیا نمیتونه جوانهای ایران رو از مقاومتش دور کنه. تا امروز بزرگترین افتخار زندگی من این بوده که آرم سازمان مجاهدین رو در هر اکسیونی در هر جایی تونستم بلند کردم و عکس شهدای این مقاومت رو و عکس برادر رو و خواهر رو تونستم بالای سرم بگیرم. صدای خوزستان و تشنگان، بلوچستان و سوختبران، کردستان و کولبران. مردم ما تجربه کردن که در صحنه کسی که قیمت میدهد و پایش ایستاده و ولکن نیست، مجاهدین خلق قهرمان و کانونهای شورشی و اعضای این سازمان و رهبری این سازمان هستند. سیمای آزادی مال خود مردم ایران است، صدای مردم ایران است، صدای معلمین، صدای پزشکان، صدای پرستاران، صدای بیماران، صدای تمام و تمام و تمام ملت بزرگ ایران هستش. سیمای آزادی چراغیه که در شبهای این میهنمون فروزانه. ما اراده کردیم که همه با هم ایران رو آزاد و رها کنیم از چنگال این دشقیمان. چون این صدا، صدای گرسنگان، صدای کارگران، صدای معلمین و صدای مردمان ستم دیده مثل کرد، بلوچ، عرب، ایل بختیاری و صدای همه ماست. فقط از نظر مالی هم من ضعیفم، نمیتونم کمک کنم به سیما. ما فقط جونمونو داریم برای کانونهای شورشی و برای مردم ایران، فقط همینو داریم که بدیم. این سیمای آزادی بود که خیلی خیلی پرده ها رو برای مردم برداشت، حقیقت ها رو گفت. اونایی که پشت پرده بودن از درد مردم کردستان، کرمانشاه، از زلزله، از بیابی، از معلم ها، از کشاورزا، از مادران داغ دیده آبان، مردم جز صداقت چیزی نمیخوان. من از همینجا خدمت مجاهدین عزیز یه خسته نباشید میگم، یه خود قوت میگم و درود میفرستم که 43 سال حکومت دیکتاتوری آخوندی نتونسته مغلوبشون کنه، شکستشون بده و از مبارزه منصرفشون کنه. به قول خواهر مریم عزیز، میتوان و باید، که خب مجاهدین عزیز میتوان و باید رو عمری سرلوحه مبارزه و راهشون قرار دادند. اما این جوان‌ها علیه تصور شاه و شیخ همیشه مسیر درست رو از بیراهه تشخیص دادن و میدن و برای سرنگونی نظام ولایت خواب مسیر یه مبارزه تمام عیار و درست رو در روی خامنه‌ای و سپاه و بسیج گذاشتن.